مدیر عامل شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی ضمن ابراز نگرانی از ورود هوش مصنوعی به مسیر اشتباه در سخنانی گفته است آنچه ذهن او را نسبت به خطرات هوش مصنوعی درگیر کرده است ناهمترازی‌های بسیار ظریف اجتماعی است که می‌تواند سیستم‌ها را ویران کند. ابتدا گزارش علی اکبری را ببینیم. سام آلتمن که در اجلاس جهانی دولت‌ها در شهر دبی از طریق تماس ویدیویی صحبت می‌کرد، خواستار ایجاد نهادی مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی در سخنان خود اظهار داشت نگران چیزهای خیالی مانند ربات‌های قاتل نیست و بیشتر متوجه ناهمترازی‌های کوچک اجتماعی است که این سیستم ها بدون هیچ نیت بد خاصی ناگهان به طور وحشتناکی مسیر اشتباه را می پیمایند. آلتمن تأکید کرد که شرکت های هوش مصنوعی مانند اوپن ای آی نباید در تنظیم مقررات حاکم بر این صنعت نقش اصلی را ایفا کند. او در ادامه افزود که در حال حاضر زمان بحث و گفتگوهای سازنده است، ولی در مقطعی در چند سال آینده باید به یک برنامه اجرایی حرکت کرد. اوپن ای آی یک استارتاپ هوش مصنوعی مستقر در سان فرانسیسکو و از پیشتازان این صنعت است. مایکروسافت حدود 1 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز قراردادی را با این شرکت دارد تا بتواند به آرشیو اخبار خود دسترسی پیدا کند. این در حالی است که نیویورک تایمز از اوپن ای آی و مایکروسافت به دلیل استفاده بدون اجازه از خبرهای این رسانه برای آموزش چت ربات ها شکایت کرده است. موفقیت شرکت اوپن ای آی آلتمن را به چهره تجاری سازی سریع هوش مصنوعی مولد و البته ترس از خطرات این فناوری جدید تبدیل کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، امارات متحده عربی نشانه هایی از این خطرات را دارد، چرا که گفتگوها به شدت کنترل می شوند و چنین محدودیت هایی بر جریان اطلاعات دقیق تأثیر می گذارد. این بخشی از جزئیاتی است که برنامه های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی برای ارائه پاسخ پرسش ها به کاربران به آن تکیه می کند. امارات همچنین شرکت هوش مصنوعی G42 را در اختیار دارد که توسط مشاور امنیت ملی این کشور نظارت می شود. G42 مدل هوش مصنوعی عربی زبان است که به دلیل ارتباط با یک برنامه تلفن همراه که به عنوان نرم افزار جاسوسی شناخته می شود با اتهامات جاسوسی روبروست. این شرکت همچنین با این اتهام روبرو شده است که میتواند محتوای ژنتیکی را به طور مخفیانه از آمریکایی‌ها برای دولت چین جمع‌آوری کند. G42 گفته است که روابط خود را با تأمین کنندگان چینی به دلیل نگرانی‌های آمریکا در این مورد قطع خواهد کرد. آلتمن در بخش دیگری از سخنان خود گفت که هوش مصنوعی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، ولی به تدریج گسترش خواهد یافت و با آگاهی رسانی مناسب برداشت های نادرست از توانایی و قابلیت های آن کاهش می‌یابد. علی اکبری، اخبار شیعه. محمد حسین صفاکرم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران با ما هستند. آقای صفاکرم سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما و بینندگان عزیز بخیر، وقت بانتون است. ممنونم. موضوع ابراز نگرانی مدیرعامل شرکت اوپن ای آی از ناهمتازی های کوچک اجتماعی دقیقا چیه؟ توضیح بفرمایید. ببینید، این یعنی اینکه سیستم هوش مصنوعی ناخواسته میاد رفتارها و تعصبات جامعه رو منعکس یا تقویت میکنه. یعنی مثلا اگه بخوام براتون یه مثال بزنم، اینه که اگر مثلا فرض کنیم که هوش مصنوعی وارد استخدام یه شرکت بشه، اگه دیتای کاربرا رو بگیره و بیاد آنالیز کنه، جنسیت، نژاد و قومیت اونا رو آنالیز کنه، ممکنه ناخواسته بره سمت تبعیض نژادی. حالا راه حلش هم اینه که ما بیایم داده‌های آموزشی برای هوش مصنوعی رو بررسی کنیم کامل و دقیق تا از بی‌طرفی در اونها مطمئن بشیم.
بله، نگرانی ها از برخی نرم افزارهای جاسوسی که در متن گزارش به آن اشاره شد را ناشی از چی میدونید؟ دو تا مورد هست که ممکنه نگرانی ایجاد کنه کلا. یکی اینکه جمع‌آوری اطلاعات افراد با سازمان ها، یعنی افرادی که وجود دارن با اپلیکیشن ها یا ابزارها دارن کار میکنن و اون سازمان ها بدون رضایت اونا صورت بگیره که این امر بدیهیه، یعنی امکان داره اتفاق بیفته همین الان هم. دومین نگرانی که وجود داره اینه که سوء استفاده از تحلیل اطلاعاتی که جمع‌آوری شده، یعنی ما یه اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم و بعد با تحلیل اونها یه سری کارا انجام میدیم، مثلا سرکوب مخالفان توسط بعضی از دولت تو سطح جهان. بله جناب صفا کرم، چطور میشه با آگاهی رسانی مناسب برداشت‌های نادرست از توانایی و قابلیت‌های هوش مصنوعی را کاهش داد؟ ما چند تا کار را انجام بدیم این نگرانی ها خیلی کمتر میشه. اولین کاری که میشه انجام داد اینه که آموزش عمومی هوش مصنوعی شامل مزایا و معایبش رو به همه افراد توضیح بدیم اینو. دومین کار اینه که مشارکت مردمی رو بیاریم تو بحث اخلاق تو هوش مصنوعی. و سومین کار اینه که حمایت از تحقیقات گسترده و توسعه هوش مصنوعی مسئولانه. این سه تا کار انجام بدیم اون نگرانی ها خیلی کمتر میشه. بله ممنونم. محمد حسین صفاکرم مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران با ما بودند.